حالا مثلا در مورد کردستان شما فرمودید حمله شده، واقعیت این است که کردستان یک در آغاز انقلاب در ضعف ارتش یه حرکت تجزیه طلبانه بود، اومدن در بیمارستان در پاوه بیماران رو سر بریدن. خب این صحنه های وحشتناک رو همه ما دیدیم اون موقع، و اتفاقی که افتاد همون شخصیت کاریزماتیک یه پیام داد، امام نیامد. اولین بار بود که گفت من به عنوان فرمانده کل قوا دستور میدم همه مردم سوار وانه تو هر چی پیدا میکردن شدن و حرکت به سمت کردستان. اینا نرسیده اشد دال الکفار و همه بین هم این توتگرها در صف کفار واقع هستند، این توتاگرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مثلا بلوچستان، بله ما طرفدار مردم بلوچ هستیم و میدونیم بهشون ظلم شده، اما طرفدار ریگی نیستیم. اون آدم کشته، سر بریده. اینها رو از هم تفکیک کنیم، ریگی رو از اونهایی که در کردستان آدم کشته اینها جدا کنیم. برادران کرد ما، برادران مبارز ما، برادران که برای آزادی و دموکراسی دارن تلاش میکنن و بلوچ ما، همه اینها خوبه. میخوام از ایشون خواهش بکنم تا هفته ی آینده این ادعای خودشون رو ثابت بکنن، مدرک ارائه بدن. بنده در مقابل همه شما از حزب دموکرات کردستان ایران استعفا میدم. آقای دکتر خزعلی، تا هفته ی آینده شما فرصت دارین سر بریده بیماران بیمارستان پاوه رو که توسط حزب دموکرات کردستان ایران انجام شده رو به مردمان ایران ارائه بدیم. ضمن سلام و سپاس از جناب عالی و شنوندگان شما در این برنامه، و در مورد این بحث جناب خزعلی و دروغ‌ها و ابهاماتی که 42 سال دارن سر هم میکنن و تحویل مردم میدن، مثل کسی که شاهد این وقایع بودم از روز اول، ساعت‌های اول تا آخرین لحظه‌های جنگ، لازم به توضیح می‌دارم که یه مقدار برگردیم به قبل از جنگ. خمینی منظورتون از جنگ، جنگ پاوه است دیگه؟ جنگ پاوه، بله. منظور چون آقای خزعلی در مورد جنگ پاوه داره صحبت می‌کنه، بله.
خمینی در فرمان غیر علنیش قبلا فرمان جهاد علیه کردستان داده بود، به خاطر اینکه که مردم کردستان و احزاب کردستان در انتخابات شرکت نکرده بودند. در رفراندوم منظورتون اینه بایکوتش کرد؟ بله بله، در رفراندوم و حتی هم تحریم کرده بودند. بله. در 12 شهریور خمینی در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که اونایی که شرکت نکردن لازم به تحقیقات نیست، فقط شناسایی کنید اینا ضد انقلاب هستند، باید اعدام بشن. اونایی که تحریم کردن فاسده، معلومه که حکم اینا اعدام و قتل عامه. به خاطر این که منظورم اینه که قبل از جنگ پاوه برنامه و پروژه جمهوری اسلامی کشیدن جنگ به کردستان بود. نمونه جنگ کامیران و مریوان و اینا را داریم. با وجود اینی که جمهوری اسلامی در این مناطق نتونستن به اهداف اصلی خود برسن، با تجربه بیشتری خواستن این جنگ رو به پا بکشن. منظورم اینه که این زمین سازی قبلا بود. منطقه پاوه شرایط بخصوصی داشت که آماده بود برای این توطئه جمهوری اسلامی. با یه سری مشکلات که در منطقه بود این جنگ رو کشوندن به پاوه. شرایط بخصوص منطقه پاوه آماده انفجار بود، با اختلافات و مشکلات و جنگ افروزی و دسیسه های جورادیو که در منطقه در کار بودن، منطقه پاوه آماده انفجار بود. در این حالت آماده انفجار اگر توجه داشته باشین، مثلا اختلاف دو نفر شخصی، یک اختلاف شخصی دارن درگیر میشن، این درگیری باعث انفجار میشه و مثلا این انفجار باعث میشه که یه تعداد از دولتی ها به طرف پاوه به صورت الله اکبر گویان و صلوات فرستادن به طرف پاوه به فرمانداری برای تحسن کشیده میشن. در این لحظه حزب دموکرات که میتونم تنها حزبی بود که در منطقه تا اندازه محبوبیت داشت و نفوذم داشت، به خاطر اینکه جلوگیری کنن از این وضعیت نابسامان در 35 کیلومتری کاوه یه تحسنی برا انداختن علیه این متحسنین فرمانداری یا دولتی. یعنی در فرمانداری پاوه اونایی که طرفدار دولت جمهوری اسلامی بودن متحسن شده بودن، در مقابل نیروهای مردمی در 35 کیلومتری پاوه یه تحسن جداگانه ای رو این تحسن پاوه تقریبا میتونم بگم فوقش 150 نفر تا 200 نفر از اهالی پاوه. بله. تعداد انگشت شمار که وابسته به جمهوری اسلامی یا عوامل قدیمی ساواک و از اون جاشای قدیمی به اسم دلاور یا چریک بهشون میگفتن تو مرکز سپاه پاسداران اونجا جمع شده بودن. اون موقع هم در تمام مناطق اورامانات و جوانرو که مناطق وسیعیه تنها مقر سپاه پاسداران در پاوه بود. در سراسر منطقه اونایی که به شیوه‌های مختلف وابستگی خودشون رو اعلام کرده بودن یا فرصت طلبانه وارد سپاه شده بودن یا اون چریکای قبلی که بودن، تنها در پاوه فعالیت داشتن، اونم فقط در مرکز سپاه پاسداران. و این تحسن که درست شد، دو تا تحسن، اینایی که در فرمانداری بودن خواستار نیروی غیر بومی بودن که بیاد به پاوه.
این خواسته ای بود که جمهوری اسلامی من میخوام بینندگان واقعا خوب این مسئله رو به حساب بشنون. نیروی غیر بومی متخصص مثل مهندس و دکتر و پزشک و اینا یا سپاهی و نظامی؟ نه، نیروی نظامی و سپاه که اون موقع رو ارتش هم حساب نمی کردن. این نیروی غیر بومی فقط سپاه پاسداران بود. به هر حال این دو تا تحصن علیه در دو جای مختلف تشکیل شده بود. در تحصن قره قلعه میتونم بیشتر مردم مناطق به نوزود، نودشه، جوانرود، خود پاوه، باینگان و سلاس و روانسر و اینا تو اون تحصن شرکت کرده بودن. با این وضعیتی که میدونستن که جمهوری اسلامی تجربه اینو داشتن که میخواد جنگو به پاوه بکشه، به صورت خیلی جدی در این تحصن شرکت کرده بودن. برحال این مکان هم چند کیلومتر از پاوه فاصله داره؟ 35 کیلومتری در پاوه، مسیر اصلی کرمانشاه به پاوه. فقط یک جاده مستقیمی بود موقع تو از کرمانشاه به پاوه وصل میشد و به طرف مرز نزدیک به نوسو. برحال این تحصن که اونجا بود مردم نزدیک 3-4 هزار نفر شرکت کرده بودن. روز 19 که تحصن قره‌قلعه شروع میشه، روز 18 یه روز قبل تحصن فرمانداری و دولتی شروع شده بود. روز 23 هیئت حکومتی با سرپرستی استاندار کرمانشاه سپهری و حاجی آخوند و فرمانده هنگ ژاندارمری پاوه و یک نفر دیگر که فرمانده ژاندارمری کل استان بودم چین چیزی، اینا اومدن تو به تحصن قره‌قلعه. خواسته متحصنین قره‌قلعه به اینا ارائه شده بود. همه خواسته های اینا که در 7 ماده، 7 ماده، بله، در 7 ماده تنظیم شده بود، به اینا داده شده بود. فقط یک ماده شو قبول نکردن، اونم گفتن اینا در قدرت ما نیست، اینو باید به واحد مربوطه ارجاع کنیم، اونا تصمیم میگیرن. اینم عوض کردن فرمانده سپاه پاسداران به اسم ذوالفقاری و خارج کردن نیروی غیر بومی. این نیروی غیر بومی تقریبا روز 22 یک نیروی کماندو مشهور به کلاه سرخا از مریوان اعزام شده بودن به پاوه. کلاه سرخا یا من دستمال سرخا شنیدم؟ بله بله، دستمال سرخا، معذرت. اینا را روز 22 اعزام کردن به پاوه. چرا؟ گفتم که پروژه جمهوری اسلامی در اصل میخواستن که جنگ رو به پاوه بکشنن. یک چیز دیگری که خیلی مهم بود که جمهوری اسلامی روی این توجه کرده بود که میخواست اینو بکشن به پاوه، به خاطر این که حزب دموکرات با نفوذ خیلی بالایی در آخرین نقطه به طرف قصر شیرین و ایلام و خود کرمانشاه نفوذ بالایی داشت، میخواستن این نفوذ حزب دموکرات رو اونجا سپر کنن که به طرف پایین و قصر شیرین و ایلام و کرمانشاه اینا نرسه، تشکیلات حزب نرسه به اونجا. به هر حال این نیرو که اومده بود خواست، یکی از خواستهای متحصنین این بود که اینا گفتن همه خواستهای متحصنین رو قبول کردن ولی این بند رو قبول نکردن. همون روز، روز 23 که این هیئت اومده، روزنامه پیغام امروز یه مقاله چاپ کرده به اسم این که اراذل و اوباش وابسته به رژیم قبلی در جوانرود آماده حمله به کرمانشاه. مردم متحصن پاوه درخواست نیروی کمکی کردن.
این در حالیه که هنوز این هیئت حکومتی به روی خلا نیومده، ولی از اون طرف روزنامه اینو چاپ کرده بوده. همون روز که یکی دو ساعت بعد از برگشت این هیئت، یه پل هوایی از کرمانشاه به پاوه وصل میشه که نیرو اعزام میکنن به پاوه. در این شرایط به هر حال اون نیرو هم با سپاه بوده دیگه. بله، نیروی سپاه در حالت که نیروی عادی یا متخصص یا کارشناس چیزهای دیگری که نمیفرستادن، نیروی نظامی بود و سپاه. یه سوال هم بفرمایید، این نیرو به کجا انتقال داده میشه و هم اون نیروی دستمال قرمزها کجا مستقل میشه؟ همه اینا به پاوه، به مقر سپاه پاسداران در پاوه که قبلا مرکز سواب بود، اینو تبدیل کرده بودن به مقر سپاه. این گفتم در حالی بود که هیئت تازه برگشته بود، قرار بود وضعیت رو تا اندازه آرام کنند، سعی کنند که آرامشی به منطقه برگرده، ولی برعکس نیرو اعزام کردن. همون شب روز اول، اینه بگم که روز قبلی که تحصن شروع شده بود، آخوند پیش نماز قریقله به حساب فرار کرده بود، میگفتن که رفته به قم پیش امام. همون شب گفتم که نیرو عذاب کرده بودن، شایعه بلند شده بود که آخوند برگشته و یه سری طرح و برنامه داره با هماهنگی با شهر پاوه. از طرف خمینی یه سری راهنمایی های گرفته که با متحسن پاوه هماهنگی کنن. نصف شبی با این وضعیت که این نیروها از مریوان و از کرمانشاه اعزام شده بودن به پاوه، ترس این بود که این نیروها، یا شایعه بود که این نیروها به شیوه های مختلف میخوان که نفوذ کنن به طرف قریقله و این تحصن رو به هم بزنن. به خاطر جلوگیری از این پیشروی یا حمله شبانه، تقدم شبادان چی میگم، پیشروی، یه تعداد از پیشمرگان حزب دموکرات، اون موقع حزب دموکرات 10-15 نفر پیشمرگ داشت، غیر از این نبود، اونم با مسئولیت مصطفی حسینی، فرمانده نظامی بود و فرمانده امنیت متحسین قرقله بود. یه نیروی میفرستن به خروجی پاوه که اونجا خروجی پاوه را کنترل کنن، که اگر احتمالا اینا میخواستن پیش روی کنن، جلوگیری کنن. به هر حال نصف شبی حدود ساعت 2-3 نزدیکای صبح، اونجا یه ماشین از نیروهای دستمال سرخا میان به بیرون شهر، با پیشمرگا روبرو میشن، درگیر میشن. به هر حال میگفتن تعدادی کشته شدن از سپاه پاسداران. پیشمرگا عقب نشینی میکنن به یه مقدار عقبتر و که هوا روشن شد، خبر رسید به قریقله که آره در نزدیک پاوه درگیری شروع شد. شهید مصطفی میاد به طرف پاوه که بینه چه خبره و اطلاعاتی داشته باشه از جریان جنگ و اینا. اونم که تقریبا بگم نرسیده، زخمی میشه از طرف تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران. همون شب که بعد از اینکه شکست میخورن از اون درگیری شب، نزدیکای صبح با نیروی بیشتری تقدم میکنن، میان به یه تپه‌ای که مسلطه به دوروبرای بیمارستان و خروجی پاوه، اونجا مستقر میشن، سنگربندی میکنن. اونجا که میان اسلحه کالی 50 و قناصه و تیروار جسه و اینا را داشتن. به هر حال دور شهید مصطفی زخمی میشه. با این وضعیت برش گردوندن که به طرف روانسر یا کامیران برسننش به دکتر یا بیمارستان، نصر را شهید میشه. در این وضعیت که تحسن قرقاله به هم میخوره، چون جنگ میشه گفت که عهد شکنی میشه دیگه، چون
ظاهرا اونجوری که شما می‌فرمایید یه گفتگویی میان هیئت دولت و متحسنین بوده و به توافق رسیدن. 100% میگم که این برنامه قبلی این بوده که به هر صورتی هست که باید جنگو بکشن به پاوه. این هیئت هم که اومده فقط تنها اینه میخواستن مردم رو دست به سر کنن که آره چیزی رخ نمیده و قول و قرارهای دروغینی که داده بودن. به هر حال جنگ شروع شد. اون موقع آقای رحیم بغدادی از کادرهای بالای حزب دموکرات مسئول شورا و سخنگوی شورا بود. اونم به طرف پاوه میره. نزدیکای پاوه که میبینه آره دیگه حالت جنگ شروع شده و همه سنگربندی کردن. بلندی های دوروبر پاوه همه نیروهای سپاه پاسداران اونجا سنگربندی کردن و مردم خود جوش هم دوروبر اینا تیراندازی شروع شده. به هر حال آقای رحیم بغدادی اونجا نارضایتی اظهار میکنه که این جنگ خواسته ما نبود، نمیخواستیم به این وضعیت بکشه و از این لحظه به بعدم ما مسئول این جنگ نیستیم. ولی مردم خود جوش و اون تعداد پیشمرگایی که در خط مقدم جبهه بودن و صورتی نبود که منظم و حالا یه وسیله ارتباطی وجود داشته باشه که آره اونایی که پیشمرگ حزب دموکراتن یا هواداران حزب دموکراتن از این جبهه عقب بکشن که این خواست حزب دموکرات نیست، نشد. شب اول این قسمت خروجی پاوه که گفتم این تپهی که مسلط بود به بیمارستان اونجا از طرف مردم تصرف شد. حالا اینو بگم که یکی از این نفرات که این روی این تپه بوده یک سری دروغا و ابهاماتی را در خاطرات خودش یا در مناظرهای تلویزیونی اظهار داشته. این تپه فوقش 200 متر بلندیش نیست، 200 متر. این نفر به اسم مشتبه امیر رضایی میگه که موقعی که میخواستیم بریم بالا 3 ساعت طول کشید تا رفتیم بالای تپه سنگربندی کنیم، ولی شب موقعی که فرار میکنه میگه 5 دقیقه فرار کردیم. این در حالی که 3 ساعت برای طی کردن، 3 ساعت در حال روز، 3 ساعت بالا رفته ولی موقع پایین آمدن و فرار کردن 5 دقیقه از اون تپه فرار کردن. به هر حال جنگ، اینم بگم که قبل از اینکه این نیروها بیاد به طرف خروجی پاو سنگربندی کنن بیمارستان رو تخلیه کردن، سنگربندی کردن، حالت پادگان نظامی. بیشتر پرسنل و بیماران و دکترها رو از اونجا خارج کردن. یه تعداد مشخص کم پرستار و دکتر رو نگر داشته بودن برای مداوای زخمی های خودشون، به اضافه یک زن که تازه جراحی شده بود روی تخت هنوز به هوش نیامده بود، نتونسته بودن اینو اعزام کنن به خارج بیمارستان. این بیمارم اونجا بود. موقعی که میرن اینا که تو اونجا هستن همه فدایی هستن، هیچ کدام در هیچ شرایطی حاضر نبودن که تسلیم بشن. تا آخرین لحظه فشنگ و نفس کشیدنشون می جنگیدن. تنها یک نفر از اینا، اونم در حالی که هیچ فشنگی نداشت، هیچ راه چاره‌ای نداشت، زخمی هم بود، این تسلیم شد. بعدن اینو این زخمی ها رو اعزام کردیم به یه مرکز درمانی در دورتر از پاور در به اسم باینگان. اونجا چیز که افتتاح کرده بودیم برای مداوای زخمی ها، این رو اعزام کردیم به باینگان برای مداوا. عمل سریع و فوری لازم داشت. از باینگان، اون موقع دکترم به اون مشخصی نبود، داره شرایط و امکانات نبود که بتونن یه عملیات همچین سنگینی رو انجام بدن.
فرستادیم دنبال یک دکتر از حزب شیوعی کمونیست عراق به اسم حزب شیوعی تو نوار مرزی بودن در یه جا به اسم بلبزان، اونجا یه مقاری داشتن. نفری فرستادیم اونجا که این دکتر مال حزب کمونیست عراق اوردن اونجا، این دکتر این پاسدار عملیات کرده، نجاتش داد از مرگ. بعدن ما اینو موقعی که باینگان رو تخلیه کردیم، اینو این پاسدار رو تحویل نماینده آموزش پرورش باینگان آقای صدیق بهشتی زاده که میرم به طرف پاوه تحویل دادیم که اینو برسونه به پاوه برای معالجه. بله، یعنی در واقع برگردونه به طرف مقابل. و همین مشتبه امیر رضایی در یه جای دیگه میگه که روی ساختمان مقر سپاه پاسداران تو پاوه با دوربین بیمارستان رو میدیدیم، نگاه میکردم که این ضد انقلاب یکی از پرستارا رو گذاشتن رو دوششون و چند نفری دارن میبرنش، یعنی منظورش این بوده که میبرن برای تجاوز، در حالی که این همون پاسداریه که تو میدان جنگ اسیر شد و شما چون این خدمتی بهش کردیم خدمتی کردن. بله. آقای ایران دوست، در اون بیمارستان اونجوری که آقای خزعلی میگه و ایشون هم اینو دیگه به صراحت در تلویزیون میگه، اصلا سری بریده شد، بیماری وجود داشت، اصلا اونجا سپاه پاسداران اونجا چیکار میکرد؟ چرا اونجا رو سنگربندی کرده بود؟ مگه اونجا بیمار نبود؟ پزشک نبود؟ پدرسار نبود؟ مگه اونجا بیمارستان نبود؟ چرا بیمارستان رو سنگربندی کرده بود؟ مگه بیمارستان چی بود که حزب دموکرات یا نیروهای مردمی دنبالش باشن؟ مگه زیر زمین اون بیمارستان چه چیزی قایم شده بود که مثلا حزب دموکرات میخواست اون بیمارستان رو تسخیر بکنه؟ اساسا چرا اونجا سنگربندی کرده بودن؟ اگه بتونین در دو سه دقیقه اینو بفرمایید ممنون میشم. این سنگربندی گفتم که اینا با برنامه‌های مشخصی اومده بودن پاوه، به خاطر اینکه گفتم قبل از جنگ بیمارستان رو تخلیه کردن، بیشتر پرسنل و دکترها، و فقط گفتم چند یکی دو تا دکتر اونم پاکستانی بودن اون موقع تو بیمارستان پاوه کار میکردن. بعد از اینکه که اینا رو تخلیه کرد، عرض میخوام سپاه پاسداران همون نیروی دستمال سرخا. خب خود سپاه همین دستمال سرخا پرسنل و بیماران خلاصه بیمارستان رو تخلیه کرده، اونجا رو سنگربندی کرده. یه تعداد گفتم که دو تا یا سه تا از این دکترای پاکستانی تو موقع تو بیمارستان بودن با چند تا پرستار و یک بیمار، فقط تنها اونجا اینا اونجا بودن. موقعی که بیمارستان دیگه تخلیه شد و هیچ درگیری نبود، ما این دکترا و این زن بیمار رو اعزام کردیم به باینگان. یعنی دکترای پاکستانی اگر وجود داشته باشن این میتونن اینو گواهی بدن که این صحت داره یا نه، ولی متاسفانه آقای خزعلی میگه که اونایی که طرف مقابل جمهوری اسلامی حمله کردن سر 18 نفر رو بریدن. کاکاو من اونایی که منو میشناسن میدونن چقدر صداقت در گفتار کردار داره، اینو با صداقت دارم میگم. از لحظه اول گفتم تو تحسن قوری خله و پایان درگیری در پاوه قدم به قدم بودم، شاهد تمام رویدادها اونجا بودم. منظورم اینه که کسی پیدا نمیشه با وجودی که این جمهوری اسلامی میتونست امکانات داشت که بتونه یه عکس، یک فیلم یا یک شاهد معتبر رو بیاره بگه آره من دیدم این نفر اینم اسمش بود، نبوده. بغیر از این جریان سر بریده چیه؟ این جریان سر بریدن چیه؟ جریان سر بریده در حالتی که اینا وضعیت خیلی بحرانی داشتن، در حالت استرس و
ترس و دست و پا گم کردن، موقعی که هلیکوپتر میشینه تو فرمانداری پاوه نزدیک سپاه پاسداران، میخواد تدارک آورده از کرمانشاه، از این برم میخواد زخمی ها را ببره. بله. هنگام بلند شدن انقدر با استرس و ترس بلند میشن در هلیکوپتر ها را نبستن، عجله داشتن. بله. چون این فاصله هلیکوپتر با جایی که افراد مسلح بودن میتونستن تیراندازی کنن میتونست با بردش در برد جسه بود، ولی تا اندازه کمتر مثلا تقریبا تأثیر گذار بود این گلوله، چون فاصله جسه معمولا تا 400 متر میتونه تأثیر گذار باشه، ولی میگم فاصله 500 متری بود، به اون صورت تأثیر گذار نبود. اونجا ما میدیدیم، یعنی این حالت رو دیدیم که این هلیکوپتر در حالت بلند شدن تقریبا یکی دو متر که بلند شد به زمین خورد. ولی اینا در خاطرات خودشون دارن میگن، همین نفری که اسمش بردم، این اسم این نفر سربریده رو میاره که محمد گریگانی موقعی که هلیکوپتر دوچار سانه همیشه میخوره به دیوار ساختمان، یا خودشو پرت میکنه یا میفته بیرون، زخمی هم نبوده، عادی بود، میخواستن اعزامش کنن کرمانشاه. یکی از اون کسایی بوده که با ابو شریف و اینا اومده پاوه. این موقعی که میفته به زمین، هلیکوپتر، پروانه هلیکوپتر میخوره به سر این محمد، سرشو از تنش جدا میکنه. همین نفر، همین مشتبه میگه که تنها چیزی که سالم بود از سرش، مخ سرش بود، سالم افتاده بود اون دورتر از جسدش. میگه یک کلاهانی گذاشتم رو این مخ سرش که افتاده بود اونجا. به غیر از این که سرش جدا میشه از تنش، یه تعداد دیگری توسط چرخش این پروانه هلیکوپتر لتوپار میشه، مسله میشن به قول خودشون، چون ایشون میگه مسله کردن. حالا اینا میان این سر بریده و مسله کردن بی ارزگی خودشونو میذارن به حساب زده انقلاب، در حالی که هیچ به هیچ وجهی، نه الان که چهل خورده سال از اون موقع میگذره، چه سال دیگر نمیتونن یه مدرک ملموس و ارائه بدن که ثابت کنن آره این اینا روی داده. ولی اینا عذر میخوام آقای ایران دوست، چون وقتمون خیلی خیلی کمه، آخرین سوال من اینه، در رابطه با تروریست پاسدار مصطفی چمران، آقای خزعلی یک جوری ایشون رو به عنوان منبع از ایشون یاد میکنه که انگار آقای چمران اونجا بوده برای هلیکوپتر و بیمارستان. آقای مصطفی چمران اونجا بود در اون لحظه جنگ بیمارستان و هلیکوپتر؟ جنگ بیمارستان نه، جنگ بیمارستان فقط این تعداد کلا دستمال سرخا اونجا بودن، یکی تقریبا یک کیلومتر یک و نیم کیلومتر از فرمانداری دورتره، خروجی پاوا بود اون موقع. پس مصطفی چمران اونجا نبوده، چمران تو فرمانداری بوده نزدیک این هلیکوپتر. بله بله. ولی و این چمران در اون شرایط با اون توصیفی که خودشون دارن میکنن، یا با اون پیامایی که فرستاده بود برای اون جبهه‌ای که نزدیک فرمانداری بود، که چقدر ذلیل و زبون درخواست کرده بود که تسلیم میشه، ولی این درخواستشو یه نوع فریبی بوده که برای اومدن نیروهای کمکی به کمکش، و الا خیلی ذلیل و زبون درخواست تسلیم کردن رو کرده بود. ولی اون موقع خود چمران بله بله، به کی درخواست کرده بود؟ به رفقاش پیام فرستاده بود؟ عرض کنم که این جنگ دو جبهه داشت، یکیش قسمت شمالی بود، یکیش قسمت جنوبی. این جنگ شدید که درگیر شده قسمت شمالی شد، قسمت جنوبی جنگی به اون صورت در نگرفته بود. بله. ولی در اون منطقه، اون قسمت، یکی از مسئولین حزب دموکرات به اسم محمد سعید یعقوبی که مسئول بود به همه سعید کالکال، این با همه سعید کالکال پیوندی گرفته که میخواست تسلیم بشه،
پیام فرستاده، نامه فرستاده بود اون موقع که به همه سعید کارکار نامه. آیا امکان داره این نامه رو به حساب بتونیم پیگیری بکنیم؟ متاسفانه این نامه دست محمد سعید یعقوبی بود که بعدا شهید شد. ما هم دنبال این نبودیم اون موقع که بریم دنبال این جزئیات که یه روزی میشه که با این سند میتونی واقعیت جنگ پاوه را روشن کنی. به هر حال این یکی از صحبت های این آقای خزعلی در برنامه دوم یه مقدار عقب نشینی میخونه در مقابل بحث جنابالی که میگه حالا هلیکوپتر رو سر بریدن جای خودش، ولی فانتوم رو چیکار کنیم؟ در حالی که این فانتوم پاوه در میان دو تا کوه بلند، قسمت شرقی و غربی، قسمت شرقی شاهوه، قسمت غربیش آتشگاه، این هواپیما که از طرف بالا میاد فرصت این نمی داشت که در محوطه پاوه دور بزنه، باید میرفت به طرف مرز، اونجا یه مقدار فاصله داشت میتونست دور بزنه. در موقع برگشتن من خودم شاهد این هواپیما بودم، میتونم بعد از یه ربع ساعت رفتم رو لاشه هواپیما. تا این حد بهش نزدیک بودین؟ خیلی هم نزدیک نبودم، ولی بعد از یه ربع ساعت رسیدم به اون لاشه هواپیما. موقع برگشتن که دور میزنه، بلندی شاهو بیشتر از پرواز هواپیماست، خورد به اون قسمت کوه پشت آبادی دوریسان. اینا مردم منطقه بخصوص اهالی دوریسان الان هم میدونن اون جای هواپیما که خورده به اون کوه مشخصه، ولی این میان میذارم به عهده عراق، یعنی به حساب این که عراق هم تو این جنگ پاوه تداخل داشته، در حالی که هیچ مدرکی در اون موقع، شاید در حالت پنهان عراقی دسیسه هایی به کار برده باشه، ولی در حالت آشکار نمیتونن هیچ مدرکی رو روشن کنن که آره عراق تو منطقه در اون موقع دستی داشته باشه. آخه جنگ ایران و عراق که خیلی بعد از این واقعه رخ داده، حدود 12-13 ماه بعدش جنگ ایران و عراق شروع میشه. تازه وقتی هم که جنگ شروع میشه که از محور کردستان که شروع نمیشه، که اصلا صدام و ارتش عراق نتونستن، حتی سالها بعد از اون هم نتونستن از محور کردستان وارد ایران بشن، اون ربط به جنوب داره. من تعجب کردم واقعا آقای خزعلی اینو میگه که بحث صدام و دفاع از تمامیت ارضی، اصلا اون موقع این نه جنگی وجود داشت، نه جنگی شروع شده بود، نه صدامی ارتش مثلا بحثی حمله کرده بود، اصلا خودم هم تعجب کردم اینو ربط به جنگ ایران و عراق. میخواستم اینو توضیح بیشتری بدم. این هواپیما من که رفتم اونجا فقط یه تعداد تکه هواپیما مونده بود، و الان جنازه خلبان و کمک خلبان اصلا من فقط دو تا انگشت بریده را دیدم، و الان تمام پیکر این دو خلبان و کمک خلبان اصلا پودر شده بودن، چون هواپیما خورده بود به کوه، هیچ آثاری از اونها باقی نبود. یه چیزی دیگه که لازم توضیح بدم برای اینکه دروغ اینها قابل قبول نیست و فقط تنها خودشون اینو باور میکنن، و الا مردم منطقه حتی اونایی که اجیر شده جمهوری اسلامی، وابسته به جمهوری اسلامی، اراذل اوباشان بودن، خندشون میاد با صحبتهای آقای خزعلی. حالا که ما هیچی، ولی عوامل خودشون هم خندش هم میاد با این دروغ پراکنی و ابهامات آقای خزعلی.
در روز اول تحصن، روز 19 که تحصن قلی‌قلعه شروع میشه، دوستای ما از روانسر با کمیته مرکزی حزب دموکرات تماس تلفنی گرفتن، به خاطر اینکه یه مقدار راهنمایی از اینا و کمک بگیرن. دکتر قاسملوی شهید به دوستای ما میگه که میپرسه، در جریان صحبت هم میگه میپرسه چقدر از قلی‌قلعه دوری، قلی‌قلعه به پاوه چقدر دوره. گفته بودن 35 کیلومتر. گفته بود اگر امکان داره 35 کیلومتر دیگه دورتر بریم، به خاطر اینکه مشکلات و درگیری پیش نیاد. جالب. اتفاقا من میخواستم اینو از شما بپرسم که دلیل اینکه این فاصله دور از پاور رو انتخاب کردین چیه؟ الان شما فرمودین این از اون بینش های برخواسته از بینش های دموکراتیک و انسان دوستانه حزب دموکرات و بیبی رهبر شهیدش دکتر قاسم دوست. آقای ایرادوز، ما حقیقتش وقتی نداریم، ولی اگر امکان داره در یک دقیقه نکات خلاصه و کل نهایی رو بفرمایید در خدمتون هستم. عرض میشه که وضعیت این جنگ و ابهامات و دروغ پراکنی های جمهوری اسلامی کتاب ها لازم داره، تحقیقات و کنجکاوی خیلی وسیعی لازم داره که همه جوانب این درگیری رو مشخص کنه. این به جای خودش، اینایی که یه سری رخدادهایی که تو منطقه رخ داده و اصلا شرمشون میشه که بیان اینا رو بحث کنن، اعدامای خلخالی و یا چند نفر، دو نفر مشخص، دو زن، دو مادر، بدون هیچ وابستگی به حزب دموکرات یا به هیچ حزب دیگری یا درک سیاسی، وابستگی سیاسی به دو خانم خانه‌دار، یکیش به اسم رعنا مادر یکی از این اندامان حزب دموکرات که بعداً اعدامش کردن، جعفر عزیزی، موقعی که میرن تعقیب جعفر عزیزی، مادرش تو خونه داره نماز میخونه، بدون پرسجویی این مادر رو میبندن به رگبار، میندازن روی جانمازش. یه نفر دیگه، ریحانه، زن یه نفر به اسم محمد که آشپز بیمارستان پاوه است، از عوامل خودشونه، ولی مادر سه یا چهار بچه خردسال اونم میبندن به رگبار میکشنش. اینو اهالی پاوه میدونن، ولی هیچ کدام از اینا نمیان اینا رو بحث کنن که این کردار شرم‌آور خودشونو بحث کنن.